سرخط مهمترین خبرها، آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد. طالبان شادیانه شلیک کردن. خروج امریکا، خلیلزاد: افغانها خود آیندهشان را بسازن. قطعنامه سازمان ملل متحد به طالبان: در خروج افغانها و خارجیها دخالت نکنید. طالبان بیان حضور امریکا در افغانستان را تایید کرد. جنگ در خدیر دایکندی: 14 نفر به شمول 2 غیر نظامی کشته شدند. امرالله صالح: مقاومت پنجشیر تنها برای جغرافیای پنجشیر نیست. تنها شرط احمد مسعود برای پایان دادن به جنگ با طالبان. و درگیری پراگنده در پنجشیر با خروجی نیروهای خارجی جریان دارد. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. آخرین سرباز امریکایی افغانستان را ترک کرد. طالبان شادیانه شلیک کردند. آخرین دسته از نظامیان امریکایی که در میدان هوایی کابل مستقر بودند شب گذشته خارج شدند و به همین ترتیب حضور 20 ساله امریکا در افغانستان پایان یافت. طالبان هم به نشانه پیروزی اقدام به شلیک شادیانه کردند. جنرال مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا، در یک نشست خبری گفت که آخرین پرواز امریکا نیمه شب گذشته دوشنبه 8 سنبله میدان هوایی بین ملی کابل را ترک کرده است و این پایان تخلیه نظامی و پایان ماموریت 20 ساله است که پس از حمله 11 سپتامبر آغاز شده بود. در آخرین پرواز سفیر امریکا در کابل افغانستان را ترک کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت نگاشته است که ساعت 12 دوشنبه شب آخرین اساکر امریکایی از میدان هوایی کابل خارج شدند و نگاشته به همین ترتیب افغانستان کاملا آزاد و مستقل شده. پنتاگون میگوید در 20 سال گذشته پیش از 800 هزار نیروی امریکایی و 25 هزار غیر نظامی از این کشور در افغانستان ماموریت انجام دادند. در این دو دهه در مجموع 2461 نیروی نظامی و غیر نظامی امریکا در افغانستان کشته شدند و تعداد مجروحین امریکا در این جنگ به 20 هزار نفر بالغ می شود. منتقدان حکومت امریکا حضور 20 سال این کشور در افغانستان را بی ثمر می دانند. آن هم در وضعیت که افغانستان نه دولت مدرن دارد و نه هم تهدیدات تروریستی از این کشور رفع شده است. حمله هفته گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل که در آن 13 نظامی امریکا در کنار 170 غیر نظامی افغان کشته شدند نشان می دهد که گروه های تروریستی هنوز می توانند به منابع امریکا ضربه بزنند. در این راستا به تازگی سناتور امریکایی کمواره از خروج امریکا از افغانستان انتقاد می کرد، گفته است که تکرار حمله 11 سپتامبر سال 2001 القاعده متصور است. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا می گوید این کشور به هدفش در افغانستان رسیده و به گفته او هدف امریکا نابود کردن القاعده بود. خروج امریکا، خلیلزاد: افغانها خود آیندهشان را بسازند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، می گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان افغانها با فرصت تصمیم و مجال روبرو‌اند و می توانند آینده کشورشان را به دست خودشان رقم بزنند. آقای خلیلزاد صبح امروز سه‌شنبه 9 سنبله در رشته تیویت نگاشته است: جنگ ما در افغانستان پایان یافت. سربازان دلیر ما، نیروهای دریایی، تا آخرین با سربلندی و ایثارگرایی خدمت نمودند. آنان احترام پایدار خود را دارند. او افزوده است که افغان ها می توانند مسیرشان را در استقلال کامل تعیین کنند. به گفته او، خروج نیروهای خارجی فرصت است که افغان ها بتوانند به جنگ و خشونت در افغانستان نقطه پایان بگذارند. خلیلزاد همچنین گفته است که طالبان اکنون با آزمون بزرگ روبروند. به گفته او، آیا آنها، یعنی طالبان، خواهند توانست کشورشان را به یک آینده مصمم و مرفع برساند که در آن تمام شهروندان، زنان و مردان مجال دستیابی به توانایی های خود را داشته باشند. افغانستان خواهد توانست زیبایی و فرهنگی، تاریخی و سنت هایش را به جهان نمایش دهد. این در حال است که آخرین دسته از نظامیان امریکایی که در میدان هوایی کابل مستقر بودند
شب گذشته خارج شدن و به همین ترتیب حضور 20 سال امریکا در افغانستان پایان یافت. قطعنامه سازمان ملل متحد به طالبان در خروج افغانها و خارجی ها دخالت نکنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را درباره خروج بدون مانع از افغانستان و ارائه کمک های بشردوستانه به این کشور تصویب کرد. با گزارش اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته است تا به تعهدات خود برای تضمین خروج رایگان و امنیت افغانها و خارجیان از افغانستان عمل کنند. در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده است که 13 کشور به این قطعنامه رأی دادند، اما روسیه و چین رأی ندادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد عملات روز 26 آگوست در نزدیکی فرودگاه کابل را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. در قطعنامه آمده است شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان انتظار دارد که به این تعهدات و سایر تعهدات از جمله در مورد خروج امن، مطمئن و منظم افغانها و همه ادبای خارجی از افغانستان پابند باشند. طالبان پایان حضور آمریکا در افغانستان را تایید کرد. گروه طالبان تایید کرد که با خروجی آخرین سرباز آمریکایی در شب 31 آگوست از افغانستان، حضور 20 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان یافت. به گزارش اسپوتنیک، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان تایید کرد تمام نظامیان خارجی خاک افغانستان را ترک کردند و اکنون این کشور در کنترل کامل گروه طالبان است. وی گفت شب ساعت 12 به وقت افغانستان تمام نظامیان خارجی از افغانستان خارج شدند. اکنون کل اراضی کشور در کنترل کامل طالبان است. اکنون کشور ما مستقل و آزاد شده است. جنگ در خدیر دایکندی، 14 نفر به شمول دو غیر نظامی کشته شدند. رسانه های محلی از درگیری نیروهای طالبان با نظامیان سابق دولتی در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی خبر می دهند. گزارش شده است که در این درگیری 12 نفر از نیروهای مخالف طالبان و دو غیر نظامی کشته شدند. گزارش شده که این درگیری میان طالبان و افراد تحت امیر عظیم صداقت، یکی از نظامیان سابق دولتی، در منطقه دره خودی ولسوالی خدیر رخ داده است. طبق گزارش ها 12 تن از افراد عظیم صداقت و 2 نفر ملکی توسط طالبان کشته شدند. منابع به رسانه های محلی گفتند طالبان 9 تن از نیروهای عظیم صداقت را بازداشت و سپس تیرباران کردند و 3 نفر دیگر را حین فرار بر اکبار بستند. اما صدیق الله عابد، فرمانده امنی طالبان، برای ولایت دایکندی کشته شدن نظامیان سابق دولتی و غیر نظامیان را رد کرده و گفته تنها 1 تن از اعضای طالبان زخمی شده است. محمد هدایت، مسئول مطبوعات معاونیت دوم ریاست جمهوری دولت پیشین، درگیری در دره خودی را فاجعه خوانده و گفته است تعداد زیاد کشته شدند. هدایت در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که گفته می شود موسی امیری، فرمانده پلیس سابق ولسوالی خدیر، نیز در جمع کشته شده است. طبق گزارش ها، طی روزهای اخیر ولسوالی های خدیر و دیگر ولسوالی های دایکندی گواهی درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان سابق دولتی بوده است. امرالله صالح، مقاومت پنجشیر تنها برای جغرافیای پنجشیر نیست. سرپرست خودخوانده افغانستان گفته است که مقاومت دوم شمال برای تمام مردم افغانستان است. با گزارش سپوتنیک، امرالله صالح، رئیس جمهور خودخوانده افغانستان، در برگه تویتر خود نگاشته است مقاومت پنجشیر تنها برای جغرافیای پنجشیر نیست، این مقاومت برای کل افغانستان و برای حقوق مردم و ارزش‌های آنان است. آقای صالح گفته است که بیرق سه‌رنگ افغانستان در تمام دوائر دولتی بلند است. امرالله صالح افزوده است که افغان‌های با احساس و ضد طالب از مقاومت پشتیبانی می‌کنند. تنها شرط احمد مسعود برای پایان دادن به جنگ با طالبان. رهبر جبهه نیروهای مقاومت پنجشیر میگوید این نیروها سلاح‌های خود را فقط در صورت ایجاد دولت فراگیر بر زمین خواهند گذاشت. به گزارش سپوتنیک، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت افغانستان در ولایت پنجشیر، میگوید که اگر طالبان دولت فراگیر ایجاد و آزادی و برابری شهروندان را تامین کنند، او حاضر است فعالیت‌های خود علیه این گروه را متوقف نموده و از سیاست کنار برود. رهبر جبهه مقاومت افغانستان در صحبت با نشریه فورین پالیسی گفت اگر طالبان قصد دارند قدرت را با همه تقسیم کنند و تلاش‌هایشان را برای برقراری عدالت، اعطای برابری و آزادی فردی و جنسیتی به همه مردم افغانستان متمرکز کنند، من عقب نشینی کرده و از سیاست کنار خواهم رفت.
مسعود گفت که حل و فصل قابل قبول با طالبان تنها در صورت امکان پذیر است که جنبش دولت فراگیر و غیر متمرکز افغانستان را تشکیل دهد. وای همه گزینه های دیگر را برای نمایندگان مقاومت غیر قابل قبول می داند. در غیر این صورت راهیارویی با طالبان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که هیچ گونه حمایت مالی از خارج دریافت نمی کند و ظاهرا بسیاری از کشورهای منطقه در کنار طالبان هستند و به گونه از این گروه حمایت می کند. آقای مسعود تایید می کند که طالبان از او خواستند که بیعت کند و با آنها بپیوندد، اما او می گوید خواست ما کلان و به خاطر کل مردم افغانستان است. باور ما این است که ساختار حکومت به گونه ای باشد که همه مردم افغانستان خود را در آن ببینند. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که خارج از تصرف طالبان باقی مانده است. طالبان تایید کردند که مشکل پنجشیر را با گفتگو حل می کنند. احمد مسعود در روزهای اخیر به نماد مقاومت علیه گروه طالبان تبدیل شده است. او 32 سال دارد و در بریتانیا تحصیل کرده است، اما سابقه جنگی مانند پدرش ندارد. اما چو مسعود فرمانده نیروهای مقاومت علیه طالبان معروف به جبهه شمال بود. در دهه 90 میلادی مانع تسلط کامل گروه طالبان بر افغانستان شد. محور حمله طالبان به پنجشیر، درگیری پراگنده جریان دارد. منابع نزدیک به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در دهی پنجشیر و رسانه ها گفتند که حمله طالبان به این ولایت دفع شده است. به گزارش تولو نیوز، نیروهای طالبان دوشنبه 8 سنبله از چند جهت به پنجشیر حمله کردند، اما این حملات دفع و مهار شده است. گفته شده است اوکنون درگیری های پراگنده میان دو طرف ادامه دارد. طالبان هنوز چیزی در این باره نگفتند. پنجشیر تنها ولایتی است که از کنترل طالبان خارج است و احمد مسعود فرزند مچا مسعود قهرمان ملی افغانستان در کنار امرالله صالح معاون اشرف غنی در آنجا با نیروهای مردمی مستقر هستند. طالبان تاکید داشتند که مشکل پنجشیر را از راه گفتگو حل خواهند کرد.